روز سهشنبه هوای پایتخت ایران با اندکی بهبود در وضعیت قابل قبول قرار گرفت تا تهران در سالی که تنها دو روز هوای سالم داشته میزبان مقامات ده کشور غرب آسیا در نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست با عنوان همکاری های محیط زیستی برای آیندهای بهتر باشد و رئیس جمهوری ایران فرصت را مختنم شمرده به کشورهای منطقه پیشنهاد امداد رسانی دهد. ایران اسلامی به عنوان کشوری که بزرگترین منابع انرژی پاک را در اختیار دارد آمادگی دارد برای کاهش آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست تجارب و دانش زیست فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد پیشنهاد انتقال تجارب از سوی کشوری که بیش از 300 شهر آن در تنش آبی قرار دارند پایتختش در فقر مطلق آبی است و بیش از 50 درصد از منابع آب زیرزمینی را مصرف کرده تا از 609 دشت کشور 500 دشت در وضعیت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی قرار داشته باشند. از مجموعه این دشت ها 409 دشت درگیر فرونشست هستند و 200 دشت دیگر هم به این تعداد اضافه خواهند شد. وضعیت آخر و زمانی فرونشست حالا به دامنه شهرهایش رسیده، از دشت ورامین به سوی تهران خیز برداشته و در اسفهان از آثار باستانی تا زیرساختهای استراتژیک و مناطق مسکونی همه را در معرض خطر قرار داده. کشوری که به گفته مشاور اتاق اصناف کشاورزی محمد بازرگان طی چهار دهه سیاستهایش را به جای مدیریت منابع آب با تفکر مالکیت منابع آبی پیش برده با سدسازی های غیر کارشناسی جلگه ها و عراضی پایین دست را از بین برده آب را مصرف صنایع آب بر کرده و حقابه های محیط زیستی را نداده تالاب ها را از بین برده تا افق آینده نزدیکش شورزاری بی انتها باشد کشوری که بی توجه به همه این موارد همچنان بر سیاست های زیانبار خودکفایی کشاورزی زراعت غیر علمی و زیر کشت بردن عراضی با محصولات آببر، آن هم با روش های غیر کارشناسی ادامه می دهد اما هیچ کدام از اینها انگیزه دعوت از همسایگان و نشست مقامات محیط زیستی نبوده جز پدیده ریزگرد ها و گرد و غبار که به بحران ملموس این سالهایش بدل شده تازه ترین موارد تعطیلی سه استان اصفهان، خوزستان و یزد در هفته گذشته به علت پدیده ی گرد و خاک شدید بود. پنج شنبه گذشته گرد و غبار 20 استان ایران را فرا گرفت و در سیستان و بلوچستان 355 نفر را روانه بیمارستان کرد. ایران وجود کانونهای ریزگرد در داخل کشور را نادیده میگیرد و تنها کانونهای گرد و غبار در کشور همسایه عراق را عنوان منشه گرد و غبار های داخلی عنوان می کند. طوفان گرد و غبار مردم عراق را هم آزار می دهد و آسمان شهرها را نارنجی می کند. در حالی که مقامات ایران انگشت اتهام را به سوی ترکیه و مگا پروژه های سدسازی از اند، طرف عراقی بر نقش پروژه های آبی ایران بر روی زاب کوچک و عدم پرداخت حقابه از سوی ایران و ترکیه تاکید می کند. ترکیه صد عظیم آتا ترک را سی سال پیش بر روی رود فرات تأسیس کرد اما با آبگیری صد ایلیسو بر روی دجله سرچشمه درود اصلی عراق را در اختیار گرفت و های این کشور را در گیرودار خشکسالی با بحران آب روبرو کرد همزمان ایران هم با اجرای پروژه های انتقال آب سهم دجله از زاب کوچک را در اختیار خود گرفت و به این بحران دامن زد. بحرانی که البته حالا دامن خودش را هم گرفته و امیدوار است از طریق همکاری های منطقه ای آن را حل و فصل کند. همان امیدی که پنج سال پیش دولت حسن روحانی را به برگزاری همایش بین المللی مقابل با گرد و غبار باداشت اولین مصوبه دولت یازدهم در رابطه با دریاچه ارومیه بود و اگر اقدام دولت یازدهم نبود امروز ما در غرب کشورمان نه با گرد و غبار و شن بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم حالا که دریاچه ارومیه هم حال خوشی ندارد نه از ده معاهده آن سال اثری برخواسته و نه پیمانهایش برقراری مانده ریزگردها اما دوچندان شدند و شهرها را بلعیدند آیا معاهدات و پیمانهای همایش امسال میتواند موثر باشد مهیار تحماسبی رادیو فردا